سلام، به این گفتگو خوش آمدید. کمک های بشری در افغانستان همیشه پرحاشیه بوده است. در 3 سال گذشته نهادهای متعدد بین المللی گزارش دادند که در حدود بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی به افغانستان تحت عنوان کمک فرستاده شده است. اما تا چه حد این کمک ها تانسته است روی پدیده فقر در افغانستان تاثیرگذار باشد و چرا در حال حاضر کمک کنندگان بین المللی مایل نیستند دیگر به افغانستان کمک بفرستند؟ این پرسش ها و پرسش های بیشتر را در این گفتگو از مهمانم آقای سیر قریشی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، میپرسم. قریشی صاحب، شما را به بس خوش آمدید. میگم کمک های بشری از دیرباز است که در افغانستان ادامه داره و مخصوصا در 3 سال گذشته به اندازه کافی روی این مورد بحث شده. مفیدیت این کمک ها را اگر در 3 سال گذشته مورد بحث قرار بدهیم، به دیدگاه شما چقدر تانسته کمک کننده باشه؟ خب البته بیشتر از 10 میلیارد دلار در 3 سال گذشته بر اساس راپور سیگر به افغانستان فرستاده شده و متاسفانه بندش های خارجی سبب بحران اقتصادی افغانستان شد و امیال اکنون ما 34 میلیارد دلار امریکایی وعده ها پشت دروازه افغانستان تعطیل است به خاطر بندش های سیاسی و ما شاهد رکود اقتصادی پس از سقوط جمهوریت بودیم به خاطر که قبلا 85% امو برنامه وزارت مالیه و یا خود بودجه ملی ما توسط کمک های خارجی تمویل می شد و تقریبا بیشتر از نهادهای خارجی در افغانستان فعالیت ایجاد کرده بود و ما شاهد یک رکود تورمی هم شدیم در آخر که ما برنامه دیفلیشن میگیم و ما فعلا در یک حالت استگنیشن یا رکود اقتصادی دوره طولانی که رشد اقتصادی را آهسته ساخته که معمولا با بیکاری بالا مواجه میشه شاهد هستیم و در پالوی ازی همچنان ما شاهد ازی هستیم که این کمک هایی که البته به افغانستان آمده بیشتر به خاطر مهار ساختن بحران انسانی بوده به عوض رشد اقتصادی یا تحریک اقتصادی یا تجارتی که نه تنها سطح بیکاری را پایین آورده بلکه سطح بیکاری بالا رفته، سطح فقر نه تنها که پایین آمده بالا رفته و در بیزی سطح قدرت خرید مردم در صورت کل یک تغییر مثبت نداشته بلکه تغییر منفی داشته. بله، کمک های بشری قسمی که شما مشاره کردین، حالا اگر به عنوان مثال گزارش سیگر را مد نظر بگیریم، 17 میلیارد دلار پول هنگفت است. اما در جاده های کابل اگر از هر افغان نیازمند بپرسین که چقدر تانستن از این کمک ها مستفید شوند، شاید بسیاری هایشان بگوین که هیچ وقت از این کمک ها دریافت نکردن یا خبر نداشتن که همچون کمک قرار صورت بگیره. روند شفافیت را در قسمت توزیع کمک های بشری با در نظر داشت پول گزافه که به افغانستان آمده چگونه بررسی میکنین؟ چقدر واقعا تانسته که برای مردم که نیاز دارن به این کمک ها رسیدگی شود؟ اول باید از بگویم که این کمک هایی که وارد افغانستان شده بیشتر از 50% اینا مصارف اداری از این نهادها بوده که یک پول بسیار خیلی انگفت است، چرا بر اساس رسمیات که ما شاهدش هستیم این پول ها به شکل نقدینگی وارد افغانستان شده با بسته هایی که به میدان هوایی کابل بعد از او انتقال پیدا میکنه به سازمان ملل متحد و ارگان های مختلف و همچنان یک مقدار از این خریداری به خاطر مواد خوراکه و دیگر اجناسی که مردم ضرورت داره. یعنی به صورت کل گفتم میتونیم که بخش اولش که مصارف اداری از این نهادها خیلی بالاست و بخش دومش که یک تابال یک پروسه شفاف و تعال مثلا یک تحقیق صورت نگرفته، یک عادت صورت نگرفته که این پولها یا امی کمک های کامده به کدام شکل توزیع شده. قسمی که ما شاهد بدیم در 20 سال جمهوریت که پول هنگفت به افغانستان آمد که تقریبا در حدود 140 میلیارد دلار پول در افغانستان
آمد و در بخش های مختلف چی در بخش های امنیتی، بخش های زیربنایی، بخش های اقتصادی به مصرف رسید، ولی ما شاهدش بودیم بعد از 20 سال ما دمون نقطه صفری که بودیم پس دمون نقطه صفری ما استاد بودیم. بله. و از اون خاطر یعنی اون وقت هم شفافیت وجود نداشت و فساد گسترده وجود داشت و امروز هم چون امی روند را که فعلا هم ادامه داره و برای مردم کمک های به خاطر بحران انسانی میآید، این شفاف نیست که کمک ها بیشتر در کدام بخش ها رفته و به کدام قسم طرزی تقسیم شده. از امون خاطر است که ما هنوز هم با اون مشکلات مواجه هستیم. باید است که من فکر کنم که ای اگه این پول ها به افغانستان در 3 سال گذشته آمده بود که یک مقدار از این اگر به شکل توزیع می شد به خاطر بحران انسانی و یک قسم و یک بخش از دیگه ازی به خاطر بحران حرکات اقتصادی که البته ما در قسمت تجارت های کوچک و متوسط میگیم که او سبب خود ایجاد یک حرکات کارزدایی میشد. وقتی که کارزدایی شود طبعا شما در جیبتون پول میه و پول کامد شما میتونید که او را دوباره مصرف کنین در جامعه یا در اقتصاد و مثل یک بند نشکروار با هم اینا وصل کرده و این میتونست به شکل طبیعی یک حرکت با وجود بیاره، ولی متاسفانه چون این کار صورت نگرفت و هنوز ما هم میبینیم که با مون مشکلات قبلی ما مواجه هستیم. تعداد از اداره های مشخص سازمان ملل که مصروف رساندن ای کمک ها به افراد نیازمند در افغانستان است و هر از گاهی آمار میتن که تعداد نیازمندان همیشه بلند رفته، اینا چندین بار نگرانی های شدید خود را از نرسیدن کمک هایی که تعداد از دونرهای بین المللی تعهد کردن ابراز داشت. مثلا چند پیش اوچا گفت که از تمام نیازمندی که در حال حاضر در افغانستان مطرح شده فقط دانستن که 6% ای پول را دریافت بکنن. چرا به نظرتان تنبیل کنندگان بین المللی در حال حاضر خوشبین به این نیستن که پولهایی را که قبلا تعهد کرده بودن برای افغانستان بفرستن؟ خب من قبلا به شما اشاره کردم که در شرایط کرونی ما 34 میلیارد دلار در پشت دروازه‌های ما تعطیل است. این دوباره پس برمیگرده به اهداف و همچنان پلان‌های سیاسی کشورهای تمویل کننده. چرا فراموش نکنیم که تمام کشورهایی که در افغانستان قبلا هم پول کمک میکردن، بزرگترین ایالات متحده آمریکا بود، اتحادیه اروپا بود و سایر کشورهای دیگه بود، اونا هم پلانهای سیاسی خود در قبال داشتن به خاطر نفع اقتصادی خود. در شرایط کنونی همچنان اینا نمیخواهند که تمام قطعه های خود را سر میز بگذارن. از او خاطر اینا بعض زدبند های داخلی وجود داره که البته در رسانه ها نشر نمیشه یا دسترسی ندارن و ما از او خبر نیستیم. از امون خاطر این پول ها اکنون وقتی که وعده سپرده شده به افغانستان به مشکل که باید است برنامه ریزی می شد برای مردم رسیدگی می شد یا در قسمت پروژه های زیربنایی مثلا سرمایه گذاری می شد به اون صورت نگرفته. این همش دوباره برمی گرده به بندش های سیاسی. آره، فکر می کنین که در حال حاضر آمریکا به تنهایی خودش قسمی که در حال حاضر هم بزرگترین کمک کننده افغانستان است بتونه تمام نیازمندی هایی که بشری افغانستان را که در حال حاضر نگرانی ها از او آدرس وجود داره تامین کنه؟ خب ما فکر کنم که تنها امریکا نمیتونه که تمام مشکلات اجتماعی که به خاطر سطح فقر بالا و همچنان سطح بیکاری بالا و به خاطر قدرت خرید مردم که در حالت خوب قرار نداره ایره مرافعه بسازه و در پلوی از او بخش های مختلف ما که بخش های صحی استک، بخش های تحصیلی استک و دیگر بخش هاستک او به کمک های عاجل ضرورت داره، یا فرض مثال امی آفت طبیعی که رخ داد در افغانستان که خیلی مردم بیجا ساخت در سمت ولایت شمال در بغلان و دیگر ولایت ها که شما به پول بسیار گزاف ضرورت دارین، کشور مانند افغانستان که زیربناهای اقتصادی ما در ایالات خود قرار نداره، یعنی نمیتونه که تنها یک کشور مانند ایالات متحده آمریکا تمام این را رفع بسازه. ما نیاز با کمک های دیگه جهان از قبیل اتحادیه اروپا، از قبیل کشورهایی که
غنی هستند در البته در آسیا از قبیل چین، ژاپن، ما به اینا هم به کمک هایشان نیاز داریم. پس دوباره برمیگرده که تعامل امارات اسلامی طالبان از لحاظ سیاسی چگونه میکنه با کشورهای جهان باشه که او باز مسئولیت مثبت خودش بالای کمک ها و همچنان تمویل مالی به افغانستان خواهد شد. یک پرسش دیگر هم به عنوان آخرین پرسش میخوایم از شما داشته باشم. کمک کنندگان بین المللی همواره وقتی که پول به افغانستان فرستادن، یکی از دغدغه های اصلیشان این بوده که نباید این پول ها به دست حکومت سرپرست افغانستان بیفته. و با در نظر داشت از ای که روند ای کمک ها بسیار شفاف نیست، پیشتر هم اشاره شد، اگر قرار باشه که یک شیوه نظارتی توسط حاکمان امروز افغانستان به خاطر مصرف شدن ای کمک ها با وجود بیاید، آیا میتونه که مفیدیت ای کمک ها را بلند ببره یا خیر؟ دوباره برمیگرده که پلان و برنامه سازمان های جهانی و همچنان کشورهای بزرگ تامین کننده است قبیل ایالات متحده امریکا چی است. اونا همیشه نظرشان همی بوده که امارات اسلامی طالبان نباید از دسترسی به پول ها داشته باشه و این پول را که ما به افغانستان میفرستیم به خاطر امارات اسلامی طالبان و حمایتشان نیست، این پول به خاطر ملت افغانستان، به خاطر بحران انسانی، قسمی که اونا تا اکنون هم ذخایر ارضی افغانستان منجمد ساختن و اونا بارها گفتن که ما این پول ها را رها نمیکنیم و یک مقدار زور مثلا به صندوق امانی افغانستان به سوئیس انتقال دادن. ولی باور ما ایست که وقتی که یک دولت یا یک نهاد یا یک قدرت یا یک نظامی که حاکمیت تمام افغانستان یا 34 ولایت افغانستان و تمام اراضی افغانستان را به دست داشته باشه و این پول هایی که میایه به افغانستان، من فکر نکنم که به باور ما اونا دسترسی نداشته باشه. حتما اونا از این پول ها واقف هستند که کجا میره، چگونه سرمایه گذاری میشه، ببخشید به مصرف میرسه و به کی این پول ها میرسه. ولی من فکر کنم که اگر چنین یک کارکرد صورت بگیره، قسمی که جهان و کشورهای مختلف با امارات اسلامی طالبان در میزهای مدور میشینند، در جلسات با اینا اشتراک میکنن، با اینا صحبت میکنن، من فکر کنم اگر یک مکانیزم با وجود بیاید که امارات اسلامی طالبان بتونن به شکل رسمی از این پول ها نظارت کنن. البته گپ بد نیست، گپ بسیار خوب است که البته ما میتونیم بگویم که عوض یک شخص دو شخص اگر باشه نظارت کنه کار خوب است. سپاسگزار شما آقای قرشی از اینکه در بحث با ما بودین و سپاس از شما که بیننده این بحث بودید. خدا نگهدار.